مکالمه تمرین کنیم. و من میخوام بهتون بگم چجوری تنهایی مکالمه تمرین کنیم. همیشه که پارتنر نداریم، پارتنر اسپیکینگ. همیشه که یکی نیست که کنارتون بتونه کمکتون کنه. یا اصلا پایه باشه که بخواد پا به پای شما اونم یاد بگیره. یا اصلا هم سطح شما باشه یا هر چی. چجوری تمرین کنیم؟ مکالمه بنویسید. بشینید مکالمه بنویسید. خب از کجا مکالمه بیارم؟ از تو کتابای آموزشی میتونید مکالمه ها رو بردارید، مکالمه هایی که بین دو نفر اتفاق افتاده رو نوشته، وایسش هم هست، میتونید اینا رو بردارید با خودتون تمرین کنید. حفظ کنم؟ حفظم ای میتونه کمک کننده باشه، ولی من میخوام بهتون بگم که حالا اگه دلتون هم خواست حفظ کنید، ولی یه قسمت هایش رو طبق سلیقه خودتون، اگه اسم جایی رو عنوان کرده، اسم شهری رو آورده، ساعتی رو مطرح کرده، هرچی، سنی رو مطرح کرده، اگه برای اون اصطلاحی که گفته شما اصطلاح دیگه بلدید، جای دیگه کتاب گفته، خودتون جای دیگه شنیدید، تو فیلم شنیدید، عوض کنید. بخشی رو، چیزی رو توی اون مکالمه میتونید عوض کنید، عوض کنید. اگه کسی رو داشته باشید که بیاید باهاش اصلا تمرین کنید، بشینیم با هم دیگه مکالمه تمرین کنیم. حالا اونی که تو کتاب نوشته نه، یه دونه جدید میسازیم شبیهش، بر همون اساس که کمکتون کنه، واسه اینکه ایده بگیرید میگم، فقط واسه اینکه ایده بگیرید میگم، از اون بهره بگیرید، از اون کمک بگیرید. بشینید با این نفر با هم دیگه مکالمه کنید. حتی میتونید مکالمتون رو مثلا تا یه جای بنویسید، بعد دیگه همجوری بدون پلن ادامه بدید. یعنی مکالمه ای داشته باشید با موضوع از پیش مشخص شده، ولی بدون پلن برید جلو. سعی کنید خودتون فعل بداهه جمله بسازید و ادامه بدید مکالمتون رو. یکی از روشایی که خیلی میتونه کمکتون کنه، بعد بچه‌ها همینجوری که دارید این کارا رو انجام میدید، همیشه قلم کاغذ دم دستتون باشه، اشکالتون رو یادداشت کنید که الان من اینجا رو نتونستم بگم، این جمله رو ایراد داشتم، این کلمه ها رو بلد نبودم، با این نمیدونستم چجوری باید جمله بسازم. اینا رو یادداشت کنید، بعد برید چک کنید. کجا چک کنم؟ دیگه همه گرجی با دیکشنری میشناسن دیگه، دیکشنری. برید دیکشنری درست حسابی، گوگل ترنسلیت هم نه، دیکشنری لانگمن آکسفورد. برید چک کنید ببینید این کلمه چجوری استفاده میشه، از کجاش پیدا کنید. شما کلمه رو سرچ کنید تو دیکشنری، مثالاشو بخونید، مثال های این کلمه چطوره، چطور استفاده شده. حتی توی لانگمن یا تو آکسفورد یه بخشی داره به اسم کورپس. شما تو کورپسش که برید، یعنی بخشی که این لغت تو مردم چجوری استفاده میشه، یعنی مثال دیکشنری هم نه، مردم چجوری ازش استفاده میکنن. 4 تا مثال از جامعه، از روزنامه ها، از سخنرانی ها، از نیتیو ها گرفته و اونجا نوشته که مردم اینو چجوری استفاده میکنن تو روزمره، تو زندگی عادی. پس بنابراین گفتیم که چطور مکالمه تمرین کنیم. یه بار دیگه مرور میکنم براتون، میتونید یه مکالمه رو از کتابی جایی بردارید، بنویسید، تغییرش بدید، یا با یه نفر، یا اگه تنهایید خودتون تنهایی خودتون بشید A، دوباره خودتون بشید B، تکرارش کنید، با خودتون مرورش کنید. تمرین همینه دیگه، بالاخره باید تمرین کرد و کار کرد. حتی اگه کسی رو هم ندارید، پارتنر اسپیکینگ ندارید، اوکی doesn't matter، خودتون تمرین کنید، با خودتون سپیکینگ ها و مکالمه ها رو تمرین کنید و هر چقدر که میتونید مطابق شرایط خودتون، اطلاعات و دانش خودتون تغییرش بدید و ادامهش بدید. سعی کنید بهش اضافه کنید. این کمکتون میکنه که یک ترستون بریزه، بگید که من هم جمله ساختم، من هم تونستم یه صحبتی داشته باشم، هرچند با خودم، اوکی یه A بود یه B، ولی شما جمله ساختید، شما صحبت کردید، هرچند تنهایی، ولی مکالمه تمرین کردید.